پس از وقفه کوتاه دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و خوشبختانه مهمان داریم. مهمان ما یکی از جوانان فعال که در رشته خبرنگاری در ولایت مزار شریف یا بلخ درس میخوانه و دوباره برگشته کابل و قصه های زیادی از جوانان بلخ برای ما آورده، از شهر بلخ، از دانشگاه بلخ، خصوص از رشته خبرنگاری. و ما هستن آقای غلام علی در استیدیو که خوش آمدید میگیمش و میریم صحبت ها را با آقای غلام علی آغاز میکنیم. آقای علی خیلی خوش آمدین، صحبتان بخیر، وقتتان بخیر و امیدوار هستم خوب صحت مند سر حال باشه. تشکر. در نخواست جا داره که یک سلام گرم زمستانی تقدیم دو موجودی موفق و تمام از کمین اکنون ما را طریق صفحه تلویزیون شما میبینن تقدیم کنم. صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدین، از راه دور آمدین. زنده باشین. دیگه این مشکلات داره زندگی من در برف و یخک و اینا خود مریض نشد. والا مجبور هستیم خدا احتیاط کنیم دیگه، بسته بگیریم دوام ضروریات که اولیه که بگن ساز ضروری است دو تگرا مجبور هستیم بگیریم، چون که امسال هوا خیلی سرد شده، خصوصا سالنگا حتی بیشتر از 4 متر هم برف بارید. دیگه شاید چیزا بودیم، مجبور هستیم خدا سالم نگاه کنیم. تا بهش همکارم جات در این مدت مریض شده، سرما خورده، از خاطر از کلاگی پرسان میکنه که نه اتفاقا ولایت مزار شریف و بخصوص شهر زیبای بلخ و حالا خود مزار با اون تاریخ پیشینش بسیار دوستش دارم. کسایی که میان ما به شکل عجیبی اونا را دوست دارم، چون بوی مزار را برام میاد. در مورد خودت بگو، مسئله هستی در بلخ و چقدر چه مدت میشه در بلخ هستی؟ میفهم خانه کابل است ولی ماها دور میباشی از خانواده و در ولایت زیبای بلخ مسئله هستی. در این مورد بگو چطور راه یافتی و چگونه از درس ها؟ ما تقریبا پیش از او در رشته اقتصاد 2 ساله کامیاب شده بودم در کابل، او را به تمام رساندم، باز امتحان کنکور دوباره دادم و خوشبختانه مزار شریف خیلی دوست داشتم. در وجه این بخش که ژورنالیسم خوششون نه این بخش کامیاب شدم. خب 3 سال میشه که من در وجه محصل هستم، حال سال 4م باز دیگه به حساب. و یکی از ولایت بود که خیلی دوست داشتم، چون که هر لحاظ ولایت درجه اول هستم، میخواستم در وجه درس بخونم و خوشبختانه که در وجه راه یافتم و خوزندم رشته که علاقه داشتم، رشته خبرنگاری. خیلی رشته که بسیار به دوستش داره میرچره و در این بخش کردم فعالیت هم کردیم، رفتم در اوجه کامیاب شدیم. ولی یک مردم خوب، یک فرهنگ جدید، با همه کارهای متفاوت خواستم آشنا شم، کاشنام شدم. خصوصا با یک پانتون دولتی که کامیاب میشی، میری از چندین ولایت در اوجه محصل میباشه، با چندین فرهنگ جدید آشنا میشی، با مردم های جدید. خلاصه یک تغییرات کلی در زندگی ما آمد. چقدر خوب. وضعیت تحصیل در بلخ چگونه است؟ وضعیت تحصیلی قسمی قبلا هم گفتم درجه اول است، ولایت درجه اول به حساب میاد. وضعیت تحصیلیش خیلی خوب است. در پالی از اینکه کم مشکلات دانشکده خبرنگاری داره، اما در کل خوب است. از دیگه 15 ها را که ببینیم امکاناتشون خیلی خوب است و خوشبختانه ایالات متحده آمریکا هم کمک کردن و کشورهای پاکستان و ایران هم البته زیاد کمک کردن که چندین تعمیر جدید اعمار کردن به خاطر 15 اقتصاد و انجینری و وترنری و بیرشته ها اعمار کردن و پانتون جدیدش هم تقریبا تا حد افتتاح شده و بعض از 15 استفاده میکنه، بعض از 15 نمیکنه. دیگه خیلی خوب است از لحاظ کمک ها و دیگه کشورها کمک میکنه، از لحاظ تسلیش، از لحاظ استادایشیش خوبتر است. بسیار عالی. ما قسمی که در جریان هستم، ژورنالیسم بخش های مختلف داره، مطبوعات هست، رادیو و تلویزیون هست و همینطور روابط عمومی هست. شما در کدام رشته درس میخوانین و یک چیزی که محصلین بیشتر در کابل و در ولایت هم میشه گفت که شاکی از این هستن که کار عملی، استیدیوهایی که معیاری باشه و در اونجا اینا بپردازن و کار کنن وجود نداره و بعدم که فارغ میشن وقتی برای سانه ها میرن اونجا هم تجربه کاری میپرسن و اون تجربه لازمه لسانس هایی که از ژورنالیسم فارغ میشن ندارن. در بلخ وضعیت چگونه است و شما چگونه است وضعیت درسی تا همی امکاناتی که من گفتم دارین ندارین چگونه است؟ در کابل مرکز، چون که مرکز است، امکانات خیلی بیشتر است به خاطر محصلین، به خاطر هر فرد، هر جوان امکانات بیشتر از نظر به ولایات.
اما در ولایت چون مزار شریف اونجا ما مرکز رسانه‌ای داریم که دولتی از طرف کشور امریکا بر ما ساخته شده و عمد کارهای عملی به مدرج تدریس میشه. بعض مشکلات ها من وجود داره که بعض وقت فعال میباشه بعض وقت غیر فعال میباشه و یکی تنبلی خود جوان ها مستن. مسئله ما به یه عقیده است و مگه فرد خودش توانا باشه خودش کوشی باشه لایق باشه و میتونه که خود در دوره محصلی خود برسانه دورت به این نیسته که اونا بعد از او باز یک چند سال لگام کار کن تجربه کاری گفته تا که اونا یک تجربه کاری داشته باشن میتونن که خودشان پیش از اون مثال اول که کامیاب شدم قبل از اون در رسانه کابل کار میکردم وقت کجا رفتم در اونجا در رسانه کار میکردم من تا به حال 5 سال تجربه کاری دارم یعنی ما وقتی که فارغ شدم ضرورت ندارم که من باز یک مدت دیگر کار کنم تجربه داشته باشم چرا که من خودم از اول کوشش کردم یک دمی بخش خود برسانم همین اگه یک مسئله بخوای اکثر تصنیف ما هستن میال بیشتر از رسانه های مزار شریف و رسانه های جهانی میال کار میکنن اسپروس پنتون میخوان اسپروس کار میکنن پس کلش ربط داره به خودم توانایی خودم و افرادی که خوشون چقدر کوشا بوده در زندگی خود چقدر تونستن خود برسانن اونا در پلی از این کنار از این که پنتون میخوانن خود رساندن و وظیفه هم اجرا میکنن هم میتونه یک از مشکلات خود هم مشکلات فامیل خود حل کنه هم میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده یک کار رساند کلش ارتباط میگیره با خود میفرد که چقدر میتونه خودش من گفتین در کدام شش درس میخوانین من رادیو تلویزیون هستم دیگه همین بخش خوش داشتم نمیم بخش خوش بختان آمدم دیگه باشی میشه توکل بخونم یک امتیار رو میگیریم از کارهایتان یاد کردین گفتین که کارم کردین در کدام بخش کار کردین در کجا کار کردین این در پایتخت یا در بلخ کار کردین ما در پایتخت تقریبا سال 13 نام نگیرین از نهادش قانونای رسانه سال 13 90 بود به نام مرکز رسانه‌ای جوانان در امی قسمت شهر نو یک مرکز بود که از طرف امریکا کمک می شد فعال شده بود و کارهای عملی درس می داد ما در اوجه قبلا کار میکنم اوجه البته امی کورسه کتا مدت خواندم و بخش کمره را خیلی دوست داشتم و که در اون بخش خوشبختانه در اون بخش خواندم و در اون بخش هم کار کردم تا یک مدتی بعد از اینکه من در این پروسه رای افتم در پنتون رفتم و که در این بخش ژورنالیسم کامیاب شدم باز خود در بخش پرودوسری و در بخش چیز خود گرفتم نطاقی تا حد خوب بودم دیگه از در نطاقی حال از من جان نگیریم و قناه میفهم دیگه پیش شما کمت شما خب شیرین اگه موافق باشیم یک امتحان از آقای علی یک امتحان میگیریم به خاطر که اینا در چندین بخش خب آقای علی که این برنامه از خودت هست ما شیرین میمان تست این یک انانس بتیم ما رو معرفی که ببینیم چقدر کار کردید یه ما میمانه آورد بشیم خب من اسمایتانم کامل نمیفهمم مطابش اینام شیرین خب دوست عزیز خوش آمدین در این قسمت برنامه بازم دو میمان خیلی عزیز و شیرین با خود داریم که بریم باشون معرفی شد که از کجا آمدن چی دستاوردها دارن و چی کارهای البته به ما چی در برنامه آوردن کده خود ولی دیدی که اجرای برنامه بسیار سخت است و هر مهمان شیرین نبود یکی شیرین بود من تابش بودم به هر صورت انشاءالا که وقتی برنامه را دستت باشه با آمادگی کامل تر میتونی که اجرای خوبی داشته باشی خب از آل هوای مزار بگو چقدر کارهای فرهنگی اونجا صورت میگیره رسانه ها چقدر بیننده دارن و علاقه مردم به تلویزیون چگونه است رادیو و رسانه های چاپی چگونه است در مزار شریف عموما مردمش یک مردم با فرهنگ است خیلی دوست دارن رسانه ها را کارهای رسانه ای کارهای اجتماعی را و جوانایش هم دیم اکثرتش زیادتر کارهای رسانه ای کارهای اجتماعی کردن قصدن هم و کدام کارهای فرهنگی که از اون همون را انجام دادن مثلا برنامه کتابخانی است و دیگه برنامه های است که مشکلات مردم خیستن بگوین این جوان است که من فعالیت های زیادی که از خود از لحاظ دستاوردهاشون بگویم از هر بودی که ببینیم مردم با فرهنگ است مردم فرهنگ دوست هستن و در کنار از این مشکلاتی که از خود جوان ها وجود دارد در رسانه هایشان بانواست که نمیتونن به شکل امو میارایی که بخواین امو ضرورت که دارن کار کنن نظر با مو. مثلا یک مثال بتیم ما وضعیت اقتصادی رسانه های بلخ خیلی پایین است در سطح خیلی پایین قرار داره
اما ماشه که باید به یک فرد به یک جوان داده شد چی بانو باشه چی آقا باشه اونمو داده نمیشه. البته خودشان هم اونجا آهیت ندار رسانه های بلخ، یعنی از لحاظ اقتصادی خیلی مشکل داره، نه نمیتونن کار کنن. اونجا معلوم دارد که یک فرد که میخواید یک جای کار کنه ضرورت به یک ماش داره، ضرورت به یک تمویل اقتصادی داره که اونا اونجا نمیتونن میره پوره کنن. یعنی خود ما شاید هستیم، خود ما اونجا کارمند بودیم در رسانه ها در اونجا کار کردیم. تا کسایی که مثلا در اونجا کار میکنن، خصوصا کسایی که تجربه ندارن، بسیار وقت به صورت مجازی کار میکنن و بعضایشون اول به بسیار پروسی سختی خود رسانه با ماشون معلومه دیگه به سختی افراد هم میگیرن جلب میکنن او هم که بگیرن باز به اینی شکل تا که تجربه کاری پیدا میکنن و در اون ماشون اگر بگویم تا 2000-3000 افغانی ماشون هست که دیگه هیچ چیز نمیدونه. به هر صورت این مشکلات امیدوار هستیم یک روز حل شود و ارزش واقعی کار خبرنگاری هم درک شود. بله. و فکر کنم وقت تمام است. وقت تمام هستم. سوال مامان که میخواستم پرسان کنم، یک سوال پرسان میکنم. از وضعیت خبرنگاران بر ما بگو و مخصوصا از حضور و وضعیت بانوان در بلخ. قبل کم تو اشاره کردم وضعیت خبرنگارا خوب است، فعال تا حد فعالیت چون آزاد است، خشونت تا حد وجود ندارد. به صورت قطعی گفته نمیتونیم چرا که این بارها تکرار شده، اما کم است و قدر زیاد نیست. مشکلشان اون منمیست که منابع حاضر نمیشه، از یک طرف وقت منابع حاضر به مصاحبه نمیشه دیگه. در قولی از این بانو هم اکثرت بانو ها خوب است، فعالیت میکنن، خیلی خوش هستن، راضی هستن، اون مردم مشکل نداره، مردمش فرهنگ دوست هستن. بسیار عالی، خوشحال شدیم که آمدین. امیدوارم این سوال شیرین و خلاص شده باشه. تمام است و خوشحال شدیم که از وضعیت خبرنگاران در بلخ گفتین. خب خوب است که آزار اذیت نمیشن، امی هم دستاورد است. امیدوار هستم بیشتر از این کار شه روی بخش. کلانترین دستاورد حکومت افغانستان آزادی بیان بوده، امیدوار هستم بیشتر در این بخش کار کنند، فعالیت کنند و یک روز خبرنگارا بدون هیچ ممانعتی به کار بپردازند و شما هم موفق باشین، یک روز یکی از خبرنگاران موفق افغانستان باشین. تشکر از شما. خیلی ممنون، تشکر کامارین. خب بینندگان گرامی، صحبت‌های ما را با آقای علی در مورد کار خبرنگاری و اینکه چه مشکلاتی در بلخ است و چه خوبی‌هایی در بلخ است شنیدیم. امیدوار هستم یک روز مشکل نداشته باشیم و پر از خوبی‌ها باشه افغانستان. شیرین برنامه چی داره؟ وقفه کوتاه می‌گیریم، ادامه برنامه را بیننده باشید.